به قول خود سردار رضایی، محسن رضایی، ایشون هم گفتن که ما باید به چیز بر بگردیم، به اوایل انقلاب نیاز هست که ما یه جمله ای که اشاره بر این داره که این اعدام های گروهی رو میشه چیز کرد، یعنی باید افزایش داده بشه. خود آقای یونسی وکیل آقای افکاری هم گفت، در واقع صراحتا گفتن که 30 نفر الان تو نوبت اعدام هستند. ما از این طرف هم 7 نفر از جوانان اهل سنت رو داریم که متاسفانه حکم اعدامشون بعد از 10 سال تایید شده. این نگاه، این سیر تلاش برای این اعدام های این چنینی که حالا سابقه زیادی هم داره در جمهوری اسلامی بدون دلیل اعدام کردن، اینه که این در واقع موتور اعدام رو اینا دارن ظاهرا شارژش کردن و متاسفانه میخوان خیلی ها رو اعدام بکنن، نشان از همین، به موازات همین گروه ضربتی که بسیجی ها تشکیل دادن توی شهرها نیست و ترس از این، در واقع ترسی که بر جان این رژیم افتاده؟ آیه محمود، جمهوری اسلامی خب دورهای مختلفی داشت. در دهه 60 خب ترس از این که گروه های رقیب در روحانیت یا گروه های رقیبی که حزب جمهوری اسلامی در اون زمان داشت، اینها بخوان ریشه پیدا بکنن در جامعه و بتونن طرفداران پیدا بکنن، حاکمیت رو بر اون داشت که اون قتل عام دهه 60 رو راه بندازه. حالا شرایط در اون زمان به شکلی بود که ما رسانه‌های فراگیر نداشتیم، اینترنت نبود و حتی تا حدودی متاسفانه به دلیل تبلیغاتی که بود و به دلیل اون به حال هنوز موج انقلاب و انقلابیگری و موج در واقع جنگ و موج در واقع اون در واقع موضع‌گیری‌های ذهنی که مردم هنوز نسبت به نظام گذشته داشتن، تا حدودی برای حاکمیت قابل امکان بود که بخواد این قتل‌ها و این اعدام‌های دهه 60 رو به شکلی توجیه بکنه، اونها رو ضد انقلاب، اونها رو ضد منافع کشور و ضد تمام اون آرمان‌هایی که مردم قرار بود از طریق انقلاب اونها برسن در واقع اونها که توجیه بکنه. در دهه 70 با پایان پیدا کردن جنگ و شروع دولت آقای رفسنجانی که قرار بود که سازندگی پیش بیاد، تا حدودی خب به هر حال جامعه به یک التهابات جنگ فروکش کرد، التهابات انقلاب فروکش کرد و زمزمه‌ای شد که قرار هست خب از این به بعد مردم از مواهب این انقلاب بهره مند بشن. دولت سازندگی آمد در سال 76، دولت اصلاحات آمد و بعد در این کش و قوس هایی که وجود داشت، 8 سال اصلاحات بود و قرار بود که این اصلاحات دریچه هایی رو باز بکنه در افق آینده کشور و مردم به هر حال اون اهداف و آرمان هایی که دارن رو از این دولت و از طریق اون دولت اصلاحات پیدا بکنن. به هر حال ما وقتی که ما به حضور مردم در انتخابات یا به هر حال به شکل اعتراضات به لحاظ کمی و کیفی نگاه میکنیم، ما تا نزدیک سال 88 یک به هر حال یک حالت غیر معترضانه، حالا نه که معترض نبود، اما مردم به هر حال به شکلی هنوز یک نیم نگاهی داشتن مبنی بر اینکه شاید بشه فرصت هایی رو ایجاد کرد در این نظام که این فرصت ها باعث تصحیح این بنبست‌های جدی که در سیستم و در نظام هست بشه و اینها بتونن یا جامعه مدنی و مردم بتونن خب به حال نزدیک بشن به اون شکل نظام و حاکمیتی که مطلوب خودشون است. اما از سال 88 دیگه داستان متفاوت شد. سال 88 در نظام و در رأس اون آقای خامنه‌ای با صراحت اعلام کرد که ما به هیچ عنوان قرار نیست بر اساس تمایلات یا خواست جامعه پیش بریم. سرکوبی که در سال 88 انجام شد یک سرکوبی بود که خب به نظر من یک نقطه عطفی بود، یک در واقع خط نشان و اتمام حجتی بود که نظام با مردم و اعتراضات مردم و خواست خودش و کشیدن خط قرمزی بین خواستش خودش و خاص مردم بود. از سال 88 ما میبینیم آهسته آهسته شکل اعتراضات تغییر میکنه، نوع اعتراضات
تغییر میکنه، هرچند باز هم ما مثلا در انتخابات سال 92 و 96 باز هم به حال به دلایل مردم با اشتیاق یا در واقع باز هم با کمی امیدواری در انتخابات شرکت کردن، اما سطح اعتراضات و شکل اعتراضات تغییر کرد. سال 96 اعتراضاتی که انجام شد کاملا از اون بحث معیشتی فراتر رفت و شکل نظام رو هدف قرار گرفت. از سال 96 به بعد جناب محمودی دیگه داستان اعتراض بر روی یک در واقع حقوق معوقه در مورد یک مثلا فرض بفرمون مشکل معیشتی مشخص نیست. ما هر اعتراضی که انجام میشه بلافاصله میبینیم که معترضین اصل نظام رو زیر سوال میبرد. این به معنای این هست که دیگه گره های ذهنی مردم یا گره های مردم دیگه هرچند بحث معیشت هست، اما معیشت گره خورده است در ذهن مردم با این شکل ناکارآمدی که نظام داره. خب این رو حاکمیت درک کرده، این رو حاکمیت میدونه که دیگه چیزی در چنته نداره که بخواد رو بکنه یا از طریق اون بخواد افکار عمومی رو گول بزنه و افکار عمومی رو در واقع به شکلی یا به جایی ببره که بخواد حواس اونها رو از اون واقعیتی که در سطح نظام یا در واقع نظام هست منحرف بکنه. ما در چند روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان حالا بسیار جالب هست، میاد در یک حرکت نمایشی میگه بعید نیست در انتخابات ریاست جمهوری بعدی یک زن بیاد و رئیس جمهور بشه. یا چند روز قبل توی در صحبت هایی که انجام شده بود مثلا ما میبینیم که میان و صحبت از این میکنن که احتمالا ممکنه در حذف یک سری در حذف رهبران جنبش سبز یک سری گشایش های پیش بیاد، یا صحبت از این میشه که حاکمیت به دنبال مذاکره کردن به صحبت های غیر رسمی هست که حاکمیت به دنبال مذاکره با برخی از سران اصلاح طلب است. اونها به اونها اجازه بده اینها وارد فضای رسانه‌ای بشن، انتقادهای کنترل شده ای بکنن که باز جامعه برها به هیجان بیاد و به فکر کنه که خب حالا بخشی از این حاکمیت و بخشی از این نیروهای سیاسی اینها به دنبال منافع مردم هستند و اینها میتونن در مقابل اصل نظام ولایت فقیه قد علم بکنن و گرهگوشهای شکل در واقع ناکارآمد امروز نظام باشن. اما خب طبیعتا جناب محمودی شرایط الان با دهه 60 و دهه 70 و تا دهه 80 بسیار متفاوت است. امروز یک خبری که یک سخنگوی قوه قضاییه یا سخنگوی شورای نگهبان میگه کمتر از 10 دقیقه در کل دنیا منتشر میشه و تحلیل های مختلف و زوایای مختلف و ابهام های مختلفی که راجع به این ادعاها و سخنها هست برملا میشه. وقتی که اعلام میکنن که رهبران جنبش سبز در ممکنه رفع حذف بشن یا حذف اونها کمتر بشه، سوال میشه که چرا در طول 12 سال گذشته این رفع حذف یا حذف اینها کمتر نشد و الان در اثنای انتخابات قرار هست انجام بشه. ما 40 سال هست که زنان ما تلاش میکنن، حتی کسانی بودن به این دلیل زندانی شدن، متهم شدن که بگن آقا زن هم میتونه به عنوان یک رجل سیاسی باشه و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه. چرا حالا اینها میان چون این گمان زنی های میکنن؟ این به معنای این هست که جمهوری اسلامی فهمیده و متوجه شده که به یک بنبست خورده و با این رفتارهای مسخره و به حال انگیزش هایی که واقعا هیچ پشتوانه ای نداره فکر میکنه میتونه مردم رو پای صندوق های رأی بیاره و مردم رو مجددا با خودش همراه بکنه.